بنام الله پاک بینیاز، سلام بینیدهای عزیز و علاقمندهای خوب برنامه ببین و بپس. هر کجایی که هستین جور و سلامت باشین و یک سلام خاص خدمت حویده بینیدهایی که بیرون از افغانستان بیننده برنامه ببین و بپس هستن. زنده و سلامت باشین. همیشه پیام‌های خوب دوستای عزیز از شما دریافت میکنم و زیاد تعریف توصیف از برنامه میکنین. برنامه خودتان از دوستای عزیز و امروز هم میخواییم طبق معمول شیرینی در برنامه داریم دوستا. یک کیک که متفاوتر از شیرینی و کیکایی که آماده کردیم دوستا داخل دیگ منتو به شکل بخارپز براتون میخواییم آماده بکنم. خب دوستا عزیز، کیک امروز که براتون آماده میکنم بیاین مواد لازمیش آشنا شویم، ببینیم که از کدام مواد استفاده میکنیم. از نان توست یک پاکت دوستا عزیز استفاده میکنیم. نان توست سفید باشه. 50 گرام کاجو، 50 گرام هم کشمش، 50 گرام هم مسکه دوستا، 250 گرام هم شیر و 4 قاشق هم بوره دوست عزیز و 1 قاشق هم وانیلا، 1 قاشق هم از دارچین، 3 عدد تخم مرغ. خب از بیکینگ پودر استفاده نمیکنیم، از آرد استفاده نمیکنیم، از آب استفاده نمیکنیم دوستا. موادی که استفاده میکنیم نیاز زیاد برای پخته کردن نداره. کیکی که امروز آماده میکنیم رنگ بریان سرخ نداره، رنگ سفید سوسو کاملا، ولی همه اینا رو دوباره ما به شکل مایع آماده میکنیم، پس دوباره داخل قالب انداخته و بش داخل دیگه منتو میگذاریم میشه به شکل بخار پس و یک مقدار آب هم دوست عزیز داخل دیگ آب اضافه کردیم. حرارت شام روشن کردیم دوستا که باید آماده شه. خب دوست عزیز، کیک که امروز گفتیم متفاوت تر است و به خاطر خوبی شما عزیزا من کوشش میکنم که آنچه طریقای آسان در برنامه آشپزی یا غذا یا شیرینی یا کلچه هرچی که باشه من برای شما به معرفی بگیرم تا شما هم دوست عزیز کسایی که داشت ندارن مستفید شوند. خب حالا میخواییم که ما امی نان است داخل پلاستیک جوسا جدا بکنیم و یک نان که سرش است سرخ سیر نمیگیریم دوستا. دیگه همگی این نان را از داخل پلاستیک میکشیم. ایشام دوست عزیز نمیگیریم، شکل سرخ است. خب حالا میخواییم که ما قسمت هایی که سرخ است دوستا، یعنی بغلایش که سرخ شده ایره کاملا ازش دور بسازیم به این شکل. خب دوستا ایرام یک کاسی کلانه گرفته اینجا قرار میتیم پیش دست خود و اضافگی نانایی که میمونه دوستا ما ایره دور نمندازیم. ما فقط میخواییم نان یا آرد سخاری ازش آماده کنیم. فقط بر چند دقیقه داخل داش بگذارین یا بگذارین که قاق خوده کنم. بعد از او پس دوباره ایره میده کنین، داخل یک قوطی یک منظم سرشه بسته بکنین، بگذارین داخل آشپزخانه خراب نمیشه، بدون یخچال هم نگهداری میشه. شما میتونین از این دوست عزیز در غذاهایتان استفاده بسیار خوب بکنین و همیشه عزیزا و زمانی که تماس میگیرن میگن آرد سخاری از کجا پیدا میشه، آرد سخاری چی است، ولی آرد سخاری هضمی نانایی است که نان توست و یا نان قاخ دوستا به وجود میه یا آماده میشه. میتونیم ما پس دوباره در غذاهای خود استفاده خوب بکنیم. و یک چیز دیگه هم باید یادآور شم دوستا که زمانی اگر شما نان توست در خانه ندارین، حتی نانتان پاک است، صفا، یعنی خراب نشده، ولی کم قاق شده، یعنی خورده نمیتونین شه، شما میتونین از اون نان قاخ هم به این شکل از قبل باید داخل شیر خوب نرمش کنین، بعد از او باز میتونین همچون کیکی که ما آماده میکنم به نام برید کیک دوستا شما میتونین که آمادهش بسازین. خب ما دوستا قسمت هایی که بغلای نان سرخ بود یاره کاملا دور ساختیم. بله خب کار از اینا تمام شد، فقط میخواییم حال ما چی کنیم دوستا؟ بوره را اضافه میکنیم داخل یک ظرف جداگانه و همچنان شیر دوستا و خاطر که بوره باید خود خوب حل بسازم. و 3 عدد تخم مرغ. خب تقریبا موادی که ما اضافه میکنیم کلش دوستا مواد است که داخل کیکی که ما در داش آماده میکنیم اضافه میکنیم همون قسم این مواد هم داخلش، فقط بدون بیکینگ پودر دوستا دیگه تمام مواد داره و همچنان از روغن داخلش
بسیار کم استفاده میکنیم و هم نظر به خواست خودتان، اگر دوست داشتین میتونین استفاده کنین، دوست نداشتین هیچ استفادهش نکنین، فرق نمیکنه. خب مواد را به می شکل دوست عزیز خوب مخلوط میسازیم تا که کاملا بوره حل شود. بسیار ساده است طریقی آماده کردنش. امید است که شما برنامه را بیننده باشین و موادایی را که آماده میکنم در دسترستان قرار داشته باشه و یا قرار بتین دوستا شما هم آماده بکنین. دارچین هم دوست عزیز به خاطر خوشبوییش اضافه کردیم و همچنان از وانیلا استفاده کردیم. وانیلا اگر نداشتین از پودر هل دوستا استفاده بکنین به خاطر خوشبوییش و کیک که آماده میکنین خوش ذائقه شوه. شما بهانه نکنین که ما وانیلا نداریم، ما دارچین نداریم، نمیتونیم استفاده بکنیم. اگر نباشم دوستایش اصلا تغییرات نمی آید، یک کمک دمزیش یا خوشبوییش، یعنی همون خوشبویی را نمی داشته باشه اگر استفاده نکنین. دیگه خوش ذائقه می باشه دوستا. خب مواد مایش دوستا عزیز آماده شده، فقط حالا می خواهیم که ما نانشی کنیم. خب اینا چند پارچه بیرون می کنیم. این دوست عزیز به این شکل بسیار خرد خرد می سازیمش، ببینین و شکل پاش پاش می کنیم داخل کاسه یا داخل این ظرف بزرگی که نانا را ماندیم. ببینین همگیش دوستا و می شکل آماده می سازیم. خب این طریقی که بسیار آماده کردنش ساده است دوست عزیز. تا که نانا را آماده می کنیم دوست عزیز، یک رفت برگشت بسیار کوتاه، مواد لازمیشون فراموش نکنین و در ادامه برنامه هم ما را تعقیب بکنین. دوباره برمی‌گردیم. مواد لازم برید کیک: نان توست 1 پاکت، کاجو 50 گرم، کشمش 50 گرم، مسکه 50 گرم، شیر 250 گرم، بوره 4 قاشق، وانیلا 1 قاشق، دارچین 1 قاشق، تخم مرغ 3 عدد. بازم خوش آمدید به ادامه برنامه. خب دوست عزیز، نان را که شما دیدین به شکل مالیده کاملا ما ایره خوب میده میده ساختیم، ولی حالا میخواییم که از 50 گرام کاجو دوست عزیز یک مقدار شه بله یک مقدار بر رویش تزینش استفاده میکنیم و باقی مانده را دوست عزیز به می شکل به شکل ثابت، اگر خواستین که طور یک فقط فشار بتینش یک دو توتا شوه، دیگه همونطور به شکل ثابت اضافهش بکنین و کشمش همچنان دوست عزیز یک مقدارش نگاه میکنیم برای تحسین رویش و یک مقدارش هم کفایت میکنه به میاندازی که گرفتیم. ایره هم اضافه کردیم دوستا و ایره خوب با هم به می شکل میکس میکنیم. حالا نوبت ازی است که ما مایه که آماده کردیم از شیر تخم و بوره را همچنان با خوشبوهای از وانیلا و دارچین اضافه کردیم. ایره هم دوست عزیز اضافه میکنیم به می شکل. اول یک مقدارش اضافه میکنیم با میکسر نی دوست عزیز، با دست خود به شکل خمیرواره آمادهش میکنیم. دیگه ایش هم اضافه میکنیم کم کم. خب مواد رو با هم خوب میکس میکنیم به می شکل تا که کاملا اگر نان به شکل ثابت باقی مانده باشه کاملا او دوست عزیز حل شوه و بله یک مقدار شیر در جک هست دوستا، او رو هم اضافه میکنیم که کاملا یک اندازه دیگه هم خوب نرم شوه. غلیظیش به اندازه‌ای که ما موادای کیکی که در داخل داش آماده می‌کنیم به مو اندازه باید باشه دوستا. خلاص پخته نشده، بسیار خوشبویی داره دوستا. اگر این پخته شود دیگه باور کنین که بسیار خوشمزه. ولی به اون شکل کیکی که در داخل داش آماده می‌کنیم بریان نیست دوستا. ما پیش از پیش براتون بگویم فقط این رنگ سفیده به خود می داشته باشه و یک کمی پس دوباره می چسبه. تمام موادایی را که اضافه کردیم شما می تونین کیک به شکل سفید یا به مو شکلی که می بینین شما پس دوباره
میتونین از این استفاده بکنین. خب تمام موادش تو سازیس یعنی میکس شد و کاملا دیگه آماده از این است که داخل قالب بندازی میشه. خب دوستا، ما یک قالب یا یک دیشی که ناشکن است یا نمشکن است زود در اثر حرارت در نظر گرفتیم. شما مگر از این قالب ها نیست، باز میتونین که یک قالب فلزی هم باشه دوستا، فرق نمی کنه. مسکه ای را که دوستا در نظر گرفتیم ای را چی میکنیم؟ فقط حالا در تمام قسمت های به این شکل چرب میکنیم روی همه دیشه تا که نچسبه یک اندازه، و در قسمت جدا کردنش دوباره دوستا از قالب ما شما را کمک میکنه همین چرب کردن. اگر مسکه از دسترس نباشه شما میتونین که از روغن مایع هم استفاده بکنین، اصلا فرقی نمیکنه دوستا. ایره هم دوست عزیز به می شکل مسکیش قرار دادیم، ولی می خواهیم که موادش اضافه بکنیم با همی دست خود دوستا، فرق نمی کنه. خب امروز اگر دست ما میکسر شده بود، کارهای میکسر انجام داد، ما دوباره دوست عزیز ایره روی قالب به می شکل خوب صحیح منظم جا به جا میکنیم تمام مواد، و خب ما دست خود کمی پاک کنیم که آب دیش هم دوست عزیز یا دیگه من تو دوستا جوش هست دیگه، فقط منتظر ازی است که منتظر ماست دیگه که فقط زود قالبه. بله، در این قسمت های رویش رو سازیس از کشمش به این شکل استفاده میکنیم، و همچنان از کاجو دوسا میتونیم که رویش اضافه بکنین، و هر میوهی که خوشکید که دارین دوستا میتونین که استفاده بکنین. و حالا دیگه آمادی از این است که بانی میشه داخل دیگه منتو، و آب شام جوش است دوستا. خب میکسری میشه که کیک ما پخته شوه. بله، قسمی که گفتیم دوست عزیز آبش زیادتر است و حرارت هم خوب زیاد موندیم که کاملا باید جوش بخوره، و سرپوش را میگذاریم دیگه، فقط منتظر هستیم که کیک آماده شوه. خب ما هم ظرفا را دوست عزیز هر میز جمع کنم، ظرفا اضافه گیره، میریم به طرف دستشوی. خب دوست عزیز، طریقه آماده کردن برید کیک دیدین که به چه شکل آماده کرده میشه، بسیار ساده و خوشمزه هم است دوست عزیز. بندازه کیک که داخل داش آماده میکنیم یعنی مزهش بالاتر است، مزهش خوب است، ولی این کیک مزه خود داره، او کیک که آماده میکنیم مزه خود داره. این کیک هست تازه نرم است دوستا، و او کیک هست سرخ میشه، بریان میشه، شما به او شکل او را میتونین که با او شکل استفاده کنین، نوشجان کنین با مو طعم و ذائقهش، و یکی که میتونین با می طعم و ذائقهش نوشجان کنین. وقفه دوباره دارم. مواد لازم برید کیک: نان توست 1 پاکت، کاجو 50 گرم، کشمش 50 گرم، مسکه 50 گرم، شیر 250 گرم، بوره 4 قاشق، وانیلا 1 قاشق، دارچین 1 قاشق، تخم مرغ 3 عدد. خب دوست عزیز، کیکام آماده شده و ما حرارتش خاموش میکنم، خدا کنه خوشتون آماده باشه. قسمی که گفتم دوستا کیکی که داخل داش آماده میشه مقصش جالی یک، ولی به اون شکل نیست، شکل چی بگویم دیگه، مثل که حلوا را کمی سخت‌تر بسازی به اون شکل است، ولی مزهش بسیار خوب است، بسیار عالی است. ما هم
سرپوش دیگه دور میکنم. آماده شده دوستا و ما هم از داخل دیگ میکشی میشه کمک سرد شوه. بله خب سر دیگه ببندیم. یک کارد میگیریم دوستا به خاطر که بغلایش چسبیدگی نباشه، از هم به این شکل با کارد کمی جدایش میکنیم. ببینیم اگر خب دوست عزیز اگر شکل توتم میشه فرق نمیکنم. خب بله چی رقم میره از داخل قالب باید بکشیم. یک بشقابه به این شکل دوست عزیز در سرش میگذاریم و ببینیم دیگه. بسم الله گفته خب دوست عزیز این خطا نخورد. فکر میکنم که یکم از پایین چسبیده یکم میشه، باید خوب جداش بسازیم. خب دوستا به خاطر از اینکه طبعا حتماً به حساب از این در بخار پخته میشه و به این خاطر امکان داره که چسبیدن شام علتش همی باشه، ولی به هر صورتش باز هم ما دانستیم که جدایش کردیم دوستا. خب حالا میخواییم که به این شکل میخواییم که روی کیک پس دوباره به این شکل دوستا از این که داغ هست دوست عزیز توتش نمی کنیم، بعدا توتش می کنیم. و دیدین که که ما آماده کردم در داخل دیگ منتو به شکل بخار پس دستای خودم یک بار آبکش می کنیم، ولی موادش نیاز به حرارت زیاد نداشت که داخل داش آماده کنیم. و شما از جایی که داش دارین میتونین این و که هم داخل داش آماده بسازین دوستا و ببینین که یک اندازه تا خود کمک شکل بریان یا سرخام به خود گرفته دوست عزیز. خب میریم به طرف میز. بله کیک امروز خوب است دوست عزیز و بدون از این کسایی که داشت ندارن میتونن که به می شکل دوستا کیک خوشمزه را آماده بسازن و از موادایی که آماده کردیم هست نان توست دوست عزیز. خب چند پیام هم داریم دوست عزیز از عزیزایی که تماس گرفتن پیام ماندن. سیوتا جان از کمری کابل ضمن سلام و احترامات برای تمام کارکنان برنامه بیبین و بپس بسیار تعریف توصیف کردن از برنامه، گفته که همیشه بیننده برنامه تان هستم. تشکر، زنده و سلامت باشین خواهر عزیز. هنایتا جان هم از دنمارک سلام روان کردن بر ما، گفته که سلام خدمت آشپز طلایی افغانستان، زنده و سلامت باشین. تشکر. و از همچنان خواسته که ما برشان در برنامه کیک آماده کنیم، منتظر باشین خواهر عزیز، برتان آماده میکنیم. عیبا جان هم از هرات سلام گفتن و بسیار تعریف توصیف از برنامه کردن. و همچنان نگین جان از هلمند خواهش کیک از ما کردن که انشالله برشان آماده میکنیم. بیننده باشین برنامه را. علی اکبر از بامیان گفته سلام خدمت برادر عزیز فدا جان، تقدیم میکنم، همیشه برنامه زیباست، برنامه تر میبینیم. تشکر برادر عزیز، زنده و سلامت باشین. خب دوست عزیز بازم اگر میخواین که پیام شما را به خانش بگیریم، شما هم میتونین دوست عزیز و به فیسبوک برنامه سر بزنین و پیامای خود بگذارین و ما هم پیامای شما را در برنامه به خانش میگیریم. باید همچنان از طریق تلفن 0775959599 تماس بگیرین و ما در خدمت شما عزیزا هستیم. خب دوست عزیز میخواییم یک بار دیگه هم طرز تهیه کیک را که در داخل دیگ من تو آماده کردیم بر شما عزیزا بگیرم. یک پاکت نان توست بود، گفتیم مهم نیست نان توست، شما اگر نان قاق
در خانه داشته باشیم که قاقی نباشه که مکمل کاملا شکل سبوس باشه دوستا، قاقی که یک اندازه نرم باشه ولی استفاده نکنین. شما میتونین همون نان در داخل 120 گرام شیر، 3 عدد تخم مرغ و 50 گرام کاجو، 50 گرام کشمش، 50 گرام مسکه به خاطر چرب کردن قالب دوست استفاده میکنیم. و همچنین میتونین از یک قاشق دارچین، نیم قاشق هم از یا یک قاشق از وانیلا دوست عزیز به خاطر خوشبویش استفاده بکنین. ایره خوب با هم میکس میکنین و بعدا قالب با مسکه چرب کرده و داخل قالب بگذارین. و اگر دیگه منتو خوش داشتین میتونین به این شکل رنگ سفید داشته باشه داخل دیگه منتو و در غیر سو و داخل داش هم دوست عزیز سیر آماده کرده میتونین. یام بود برنامه امروز که تقدیمتون شد، خدا کنه خوشتون بیاد دوستا که امروز آماده کردیم و با شکلی که من گفتم که مثل کیک داشی واره شکل جلیگه که بین شد نمیگیره، ولی مزیش بسیار عالی است دوستا، تمام موادش آماده بود. تا برنامه دیگه که باز هم در خدمتتون قرار میگیرم دوستا عزیز، هر جایی که هستین شاد موفق باشین، خدا نگهدارتون.